سلام، میخوام راجع به خداحافظی صحبت کنم و اینکه چطوری کار رو جمع کنیم که کمترین هزینه رو برامون داشته باشه. این چجوری خداحافظی کنیم با هرچی. مثلا میخوایم رژیم غذایی بگیریم، میخوایم از یه رابطه بیایم بیرون، میخوایم مثلا سیگار رو ترک کنیم، با هر چیزی اصلا فرقی نمیکنه چی، یه قلقی هستش که کمترین هزینه رو میدیم برای خداحافظی از اون چیز یا اون کس. اونم اینه که به مرور کمرنگ شیم و به مرور اینو قطع کنیم. حالا این میتونه شخص باشه، مثلا یه نفر هستش که میدونیم من نباید با این آدم اصلا هیچ مراوده ای داشته باشم، نباید هیچ جوره باشه ادامه بدم. رایش اینه که کمرنگ شیم، کم کم هر روز زنگ میزنی بهش، بکنش یه روز در میون، بعد بکن سه روز در میون، اون زنگ میزنه، لازم نیست بگی میخوام فلان کنم، میتونی بگی گرفتارم، کار دارم، مشغول فلان چیزم. یه بار مشغول فلان چیزی، دو بار کار پیش اومد، سه بار، بار چهارم طرف میفهمه که داری یه کارایی داری، حتی نه اینکه بپیچونی، یا یه کارایی داری که از اون مهمتره، با اینکه قبلا مهمتر نبوده حالا مهمه. اونم درک میکنه و کم کم میذاره شل میکنه دیگه، نمیاد دیگه حالا سپیچ فلان. البته هستن آدمایی که گیر سپیچ که الا و بلا باید با هم باشیم، الا و بلا باید با هم کار کنیم، الا و بلا فلان، ولی هیچی نمیتونه آدم مجبور به هیچ کاری کنه، خیلی راحت کمش میکنیم. البته برای همکاری و کار و این حرفا یه ذره بحث متفاوته. تو کار خیلی همه چی باید روک و واضح باشه. اینو برای شرایطی میگم که نمیتونیم، یعنی اگه میتونی روک و واضح بگی که آقا من کار دارم، من اولویتام چیزای دیگه است، نمیتونم اصلا نه بیام پیشت، نمیتونم باهات حرف بزنم، نه هیچی. اگه میشه اینو گفت که بگیم تو کار، اصلا بهتره که اینجوری باشه، چون دلخوری و ناراحتی و این حرفا که معنی نداره تو کار، باز تو روابط چیز باشه، میگیم حالا میخوای دل طرف نشکنی، که اونم باز تکلیف یارو رو روشن کنی خیلی بهتره تا اینکه بخوای بازی در بیاری، کمرنگ شی، طرف خودش بفهمه و اینا. یعنی اول و آخر اینه که باید تکلیف خودمون رو روشن کردیم، تکلیف طرف هم باید روشن کنیم و واضح باید به طرف گفت، حتی اگه فهم کنیم ناراحت میشه بازم با واضح بگیم بهتره. اما یه وقت هستش شرایط خاصیه نمیشه و فلان و اینا، به نظر من بهترین راه و کم هزینه ترین راه اینه که آدم کم رنگ شه. من یه تجربه داشتم که وقتی به این نتیجه رسیدیم که این رابطه کار نمیکنه واسه ما، طرف برش اینجوری تعریف شده بود که باید دعوا کنیم تا کات شه قضیه. من هم کلن سیستمم این بود که کلینشیت اینو داشتم که بدون دعوا همه چی رو تموم کردم تو زندگیم همیشه. بعد این میگفت، خیلی واضح میگفت، نه اینکه من برداشت کنم، میگفتش خب من الان نمیتونم اصلا، چیکار کنیم، من دلم تنگ میشه. گفتم خب همینه دیگه، تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم. میگفت نه خب باید دعوا کنیم، اگه دعوا کنیم میتونیم راحت تر دل بکنیم. و هم مونده بودم که چیکار باید کردی اینجا، دعوا کنیم؟ بعضی هم اینجوری هم دیگه. کلن یه رسم خیلی مسخره‌ای که داریم اینه که طرف میخواد ازدواج کنه و قبل ازدواجش یه برنامه مجردی سنگین میچینه. حالا اون برنامه مجردی سنگین خودش میتونه تلفات بده بماند، چون همه چی خرکی تر میشه، ولی فرض کن مثلا من الان میخوام برم سر زندگی، بعد باید کم کم عادت کنم به اون زندگی. فکر کن شب قبل عروسی من بیام با دوستان بشینیم دوره هم بگیم بخندیم یه شب فلان بسازیم، خب من با تو یه هفته بعدش افسردگی این شب رو بگیرم، انقدر اون شب به هم خوش گذشته،
انقدر لذت بالایی بردم که فردا اصلا از عروسیم لذت نمیبرم. همش هم یه چشم این ور تو زندگیم، یه چشم به این که چقدر با این رفیقام خوش میگذشت و پتانسیلشون امشب تازه نشون دادن، و این خودش اذیت میکنه آدمو. یعنی بهتره که اگه قرار خوش بگذرونیم با هم، همین روزایی که هستیم، همین روزایی که هیچ مناسبتی نیست، همین روزایی که هیچ چی نیست، همین روزایی که خسته کوفته از سر کار میایم، میشیم دور هم یه ساعت حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، میخوایم خوش بگذرونیم. تو همین روزاست، دم آخر، خداحافظی سنگین فلان رسم شده. مثلا طرف فلانی فوت کرده بود، میگفتش حیف شد روز آخر، کاش میدیدمش، یه خدافزی ازش میکردم. حالا بماند که اصلا نمیدونست قراره این بمیره. بعدش این که چی، حالا مثلا طرف رو میدیدی الان بیشتر داشتی اذیت میشدی دیگه. یعنی اگه لذت میبری واقعا دیدن یارو، الان داشتی بیشتر اذیت میشدی. یه وقت هستش اینو مهم نیست که هیچی دیگه، زیاد فرق نمیکنه حالا به خدافزی بکنی نکنی. طرف میخواد مشروب ترک کنه از شنبه، جمعه یه جوری خودش رو خفه میکنه که تو جمعه هفته بعدی نمیتونه اصلا رو پایش وایسته و اسمش اینه که خداحافظی داره میکنه شب آخره. بابا این شب آخر وقتی داری یه چیزی رو میذاری کنار، یه سیگار مثلا، کسی که هفته یه نخ سیگار میکشه و اینو میذاره کنار خیلی کمتر اذیت میشه. بعد این بیاد روز آخر مثلا یه پاکت سیگار رو بزنه تو گوشش، خب خفه میشی، اونه چی اذیت میشی. بدنت حالا از هفته یه نخ عادت داره میکنه به روزی یه پاکت، نه یه بار بوده، این فرداش حداقل یه نخ دو نخ رو میخواد. حالت عادی اگه این اضافه کاری رو طرف نمیکرد، خیلی راحت میتونست اینو ترک کنه، راحت تر میتونست ترک کنه. یا چیزای دیگه، رژیم غذایی، انگار مثلا میخوایم بریم تو رژیم، یه اتفاقی میفته که میشه گوله ای زد. شب قبل اینکه رژیم غذایی شروع شه، مثل خرس غذا میخوره، از فردا رژیم. خب بابا تو همین یه شب تو فقط باید یک ماه جون بکنی که این یه شب تو فقط جبران کنی، انقدر غذا خوردی. این یعنی اصلا خوب نیستش، اصلا این خدافزی کنیم فلان و بهمان، به خصوص برای این جور چیزا به نظر من بهترین راهش اینه که کم کم آدم کم کنه. بعدش میبینه که میشه اینجوری هم زندگی کرد و بره تو اون سبک. با آدم هم ترجیحاً با هم مستقیم چیز کرد که تکلیف آدم ها رو بلا تکلیف نذاریم، ولی آدم هایی که نمیشه باهاشون چیز کرد و بعد همینجوری کم 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 رنگ شد دیگه، یه طرف توقع داره با دعوا تموم شه، ولی میشه چون اون میخواد من برم دعوا کنم. درسته 50% اون 50% من، ولی من نیستم. آدم نمیتونه اصول خودشو ببره زیر سوال که کم رای میشه، زنگ نمیزنه، جواب تلفن دوتا در میون میده، میشه دعوا نکرد. حالا طرف زنگ میزنه اصلا همونو میکنه بهونه واسه دعوا کردن، اوکی بعدا صحبت میکنیم، قطع میکنه. و با این جور آدما هم باید مثل چیز رفتار کردی، مثل رژیم گرفتن، مثل ترک کردن چیزا، و کار میکنه. 37-8 سال عمر گرفتیم و هنوز به تجربه بهترین روش همین بوده، به خصوص تو این حالتایی که گفتم. ولی باز تاکید میکنم آدما رو اصلا بلا تکلیف گذاشتن چیز خوبی نیست. اینکه خودش باید بفهمه، طرف جای ما نیست که خودش بفهمه. من از این زاویه نگاه میکنم، میگم طرف اینو 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 ببینه باید بفهمه. طرف از یه زاویه دیگه است، یه دونشو میبینه و نمیفهمه. خیلی خوبه که روک و راست و واضح بهش بگیم. حالا اگه طرف داستانی داره که نمیکنه دیگه، اونو باید یه جور دیگه باش رفتار کرد دیگه. ولی اولویت با آدما واضح و مستقیم و رک‌ترین حالت ممکن صحبت کردنه که جواب میده، و واقعا هم جواب میده. خیلی هم
اون لحظه شاید ازت ناراحت بشن، ولی تو بلند مدت تک تک این آدم ها یه احترامی برات قائلن که بلا تکلیفشون نذاشتی، یه احترامی برات قائلن که حداقل صاف حرفتو میزنی. طرف هر چیزی باید داشته باشه میاد باید حرف میزنه و حرف زدن نقطه قوت بشریت دیگه. ارتباطات. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. تا پادکست بعد، خداحافظ.